سلام دوستان عزیز، امیدوارم که شاد و سلامت باشید. سوالی پرسیده شده بود تو کامنت بعضی از عزیزان در خصوص اینکه یه صحبتی در مورد قرص ریتالین یا معادل هایی که جدیداً وارد بازار شده داشته باشم. البته خب حالا به صورت کلی توصیه به مصرف این داروها نمیشه مگر اینکه الزامی باشه و با تجویز متخصص مربوطه باشه، ولی اگر بخوام یک صحبت کلی بکنم با توجه به کمبود ریتالین یا همون اسم ژنریک متیل فنیدیتی که الان تو بازار کم شده، الان قرص جدیدتری وارد بازار شده که البته جدیدم نیست ولی نسبت به ریتالین جدیدتر هست، تحت عنوان لیزدکس آمفتامین که اسم برندش ویاس هست، در واقع کپسول های 30 میلی گرمی هستش که اینا هم افیکیسی یا توانمندی بهتری دارن، هم طول اثرشون بیشتره و عوارض جانبی کمتری هم دارن. یعنی اگر ریتالین بین 4 تا 6 ساعت اثر داشته باشه، ویاس یا همون لیزدکس آمفتامین ها تا 12 ساعت اثر دارن و افیکیسی خودشون رو میتونن به همراه داشته باشن. معمولا این داروها برای افزایش تمرکز برای کسایی که کودکان، مخصوصا اگر ADHD داشته باشن یا اون اختلال کم توجهی و بیش فعالی رو داشته باشن، حالا بچه هایی که مبتلا به اوتیسم هستن یا افرادی که مبتلا به نارکولپسی هستن، یعنی که همینجوری که نشستن دارن فعالیت روزمره رو انجام میدن، یه دفعه یه حس بسیار شدید و غالب خواب بهشون دست میده که در واقع میتونن از این داروها استفاده بکنن که البته خب عرض میکنم عوارض آمفتامین خودشون رو دارن. یک داروی دیگه ای الان توی بازار هست به نام مودافینیل که اون ساختار و استراکچر و مکانیسم کاملا متفاوتی با ریتالین یا ویاس داره. این دارو بیشتر توی بزرگسالان استفاده میشه، هنوز مطالعاتی برای استفاده کودکان انجام نشده پس توصیه نمیشه. این دارو بیشتر برای نارکولپسی در واقع بزرگسالان تجویز میشه، یعنی اینکه اون خوابالودگی بیمار رو کم میکنه ولی روی تمرکز اثر کمی داره، یعنی برای افزایش تمرکز خیلی توصیه نمیشه و خیلی افیکیسی نداره، ولی برای از بین بردن نارکولپسی و اون اثرات اختلال در واقع تهاجم خواب میتونه در واقع داروی خیلی مناسبی باشه. امیدوارم که مطلب مفیدی بوده باشه براتون، امیدوارم که اون دوست عزیزی هم که کامنت گذاشته جواب سوال خودش رو گرفته باشه و امیدوارم چند بار این مطلب رو ببینید، برای دوستانتون شیر بکنید و برای مطالب بیشتر به کانال یوتیوب مراجعه بفرمایید.